ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، 65مین برنامه زیر آسمان پاریس رو مشاهده میکنید که این بار استثنان فقط یک گزارش خواهیم داشت، اما گزارش مهمی است در ارتباط با بزرگداشت بانوی شعر ایران سیمین بهبهانی، که افراد و سخنرانان متعددی در این شب شرکت کردند. توضیحات اضافه رو در طول گزارش خودتون خواهید دید. یاد سیمین بهبهانی برای همیشه در تاریخ ادبیات ایران ثبت است. خانه خونین است اینک، خانه ابری بود روزی، خانه خونین است اینک. آنچنان بود، این چنین شد، حال ما این است اینک. مردواری تیلسان بر دوش و خون آشام و شب رو، تشنه خون با دو دندان چون دو زوبین است اینک. می کشد در خون پلنگ پیر آهوی جوان را، وحشت قانون جنگل تهمت دین است اینک. سرو باغ عشق را نازم که در باران سربی، چون درخت ارغوان از خون گلازین است اینک. می درخشد خاک همچون آسمان با روشنانش، بر زمین بشکست شمشادی بلورین است اینک. گرد ماه چارده شب با شباویزان سرخش، رشته مرجان نثار زلف مشکین است اینک. چشم شوخ گزمگان تا ننگرد دوشیزگان را، پرده ساز چهره ها گیسوی پرچین است اینک. درود بر شما، شب همگی خوش، سلام به همه دوستان. اول از همه مدیون مادرم هستم که زنی فرهیخته بود و یکی از بنیانگذاران نهضت زنها بود در جمعیت نسوان وطنخواه، شاید بیش از 80 سال پیش. خانه ما همیشه مرکز کتاب و روزنامه و به اصطلاح فرهنگ. این است که عجبی نیست اگر من مختصر کور سوادی داشته باشم. به علت این است که در یک مرکز فرهنگی بزرگ شدم. پدرم روزنامه اقدام را داشت و نویسنده‌ای بود که متجاوز از 50 تعریفات خوب داشت. مادرم هم شاعر و نویسنده بود و خانه آقای خلعتفری پدر دومم که شوهر مادرم بود هم مرکز فرهنگی بود. این است که من میان فرهنگی بزرگ شدم. مطلبی که خوندم براتون توضیحیه در پاسخ به این سوال که چرا شاعر شدید در یکی از آخرین مصاحبه های غزلبانوی معاصر ایران، خانم سیمین خلیلی، معروف به سیمین بهبهانی، زاده 28 تیر 1306، در گذشته 28 مرداد 1393. خیر مقدم میگم به همه حضار به این مراسم بزرگداشت خانم بهبهانی با عنوان گرامی داشت شکوه و شوکت سیمین در شعر و زندگیش. خوش آمدید. همونطوری که در آگهی های برنامه در جریان قرار گرفتید، در جمع امشب سخنرانانی هستن که بعضیشون قبل زحمت کردن از راه خیلی دور تشکیل دادن برای حضور در این برنامه، تا با نقطه نظرشون، کلام و شعرشون ما رو در این 3 ساعتی که در کنار هم هستیم با سیمین بهبهانی و دنیای ایشون، تعهدات شاعری و تعهدات اجتماعیشون نزدیکتر و همراه‌تر کنیم.
خیلی خوشحالم که در این جمع شعر میخونم، اما متاسفم که خانم بهبانی از نظر جسمی دیگه در میان ما نیستن، هرچند که فکر میکنم که ایشون همیشه زنده هستن و برای مردم ایران که همیشه به فکرشون بودن با شعرهاشون، با کارهایی که کردن، با ایستادگیشون همیشه یادشون زنده خواهد بود. شعر تو آتش میزند بر انجماد گفته بود، اکنون چرا لب بسته ای؟ شعری برای ماتم بود، چون پیشتر ای نازنین اندوه هستی را ببینی، در رفتنت تا بغض من اینسان نماند در گلو. ای شیرزن حرفی بزن تا بگذرد درد وطن، بر عشق سوگندت دهم، بر زندگی، بر آبزی. در قربت سنگین ما شعرت بود تسکین ما، بینم مدامت هم صدا اجادم در جستجوی. از عاشقی گفتی بسی در غایت دلواپسی، ای با غزل شوریده وش بگذشته از هر حال. وقت دیگر زخم ستم کردی نشان با هر قلم، بنیان کنی با واژه ها تا فتنه ها را کوبه کوب. با دختران شهر غم همراه شدی در هر قدم، با دختران شهر غم همراه شدی در هر قدم. بعد دفترت بنوشتی اسیانشان را میگرم، اینک اگرچه نیستی مغرور و زیبا زیستی، با چوب تو تا بشکند صد مسیر گفتگو. دوستان، ستاره دیده فروغ است، امشب اینجا فراهم آمده ایم تا عرض گذاری کنیم بانوی شعر امروز ایران را که عمری نبض منحنی ها و خواسته های انسانی مردمانش از شعر او باز دهیده است و این انعکاس ملی پیدا کرده است. سیمین بهبانی به گمان من غزل بانو شعر امروز که به او گفته شده است هم نیمای شعر امروز هر دو درستند و بیش از اینها او باید بانو شعر امروز باید بوده باشد که هست. اما چرا غزل بانو شعر معاصر ما؟ یک نکته ظریفی هست و این معناش این نیست که ما شاعران غزل‌سرای بزرگ دیگری نداریم که داریم، از همدوره‌هاش هوشنگ ابتهاج سایه و از جوانترها حسین منزلی که سراسر شور است و آتش است و عاطفه. اما چرا این عنوان به سیمین اطلاق میشه؟ به خاطر اینکه سیمین برای نخستین بار مسائل اجتماعی سیاسی یک جامعه ای را در درون خودش آمیخته با جانش شعر کرده است و به زبان آورده است و این بسیار متفاوت است با اینکه ما مسائل اجتماعی برداریم و با طبع موضوعی که داشته باشیم اینها رو منظوم کنیم. نه، اینها اون نیست که اشاره کردن. خیلی ممنون از برگزار کنندگان این نشست و ممنون از اینکه من هم به جمع خودتون دعوت کردیم. امروز من فکر میکنم واقعا صحبت کردن در مورد سیمین خیلی سخته،
همونطور که دوستمون فرمودن با این وقتا فکر میکنم که در این شرایط کاش خود سیمین بود و در این باره چیزی میگفت. شاید یکی از ویژگی‌های سیمین برای ما این بودش که در همه موارد هم شاهد بودن و هم شرح وقایع میگفتن. من یکی از نکات بارزی بود در کاری که ما داشتیم میکردیم، در فعالیت‌هایی که در جنبش زنان میکردیم و همینطور در تاریخ کرد تو در ثبت اتفاقاتی که در تاریخ ایران رخ داده. به نظر من سیمین شخصیتی چندرچی بود و در هیچ ظرف زمان و مکانی نمی‌گنجید. حداقل تجربه شخصی من اینو نشون میده. هر کس می‌بینیم که سیمین رو به نام خودش میزنه، حتی ما هم گاهی وقتا در جنبش زنان میگیم سیمین از آن ماست، ولی اون چیزی که نشون میده اینه که این ظرف در واقع گنجایش بودن در همه چیز رو داره، ولی در این که در جایی بمونه و در بیان به نام گروهی یا ادعی یا حتی جنبشی ثبت بشه در مورد سیمین صرف نمی کنه. همینطور که خودشون هم همیشه بارها می گفتن که به من نام های مختلف دادن، از نیمای غزل، بانوی غزل، بانوی جنبش زنان، بانوی که جایزه سیمون دوبار گرفت، بعد سیمون سوار شد. خب این چند گونگی و این نامیدن های گوناگون به سیمین از یک منظر نشون میده که چنین شخصیتی چگونه تونست که در تمام دوره ها نقش خودش رو محک بزن در جامعه ایران. سلام عرض میکنم. در واقع حقیقت این است که خانم نسیمی لبانی جز نادر کسانی است که زندگیش آنچه که نوشت یکیه به یه معنا و زندگیش واقعا سیمین غزل بود، غزل خود سیمین بود. تو گویی که چون غزلهایش زیست یا غزلهایش همانطور قلقلتید که زندگیش بود. در بود و نبود و نوعی همسانی و همخوانی میان زندگی و اثر شاعران نویسندگان همیشه بحثی زیاده هم فراوان زده شده، ولی من بیان که بخوام یه رابطه علمی برقرار بکنم، تصورم این است که با مختصر بررسی در زندگی سیمین خانم و با یه نگاهی هرچند گذرا به شعرهای ایشون در دوره‌های متفاوتی که کرده، این رابطه تنگاتنگ بین زندگی و شعر سیمین خانم رو ما می‌بینیم. چیز واقعی وجود داره صرف نظر از مسائل نظری که میشه فرق کرد. در شعر پیشین در شعر سیمین بگانی چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب دو عنصر ثابت وجود داره. بیان آشکار یه لواقع که این زندگی خودشه، یکی تنزشه و دیگری در واقع اون شادخاری و سرخوشی و سرزندگی خاص خودشه و اون بیان آشکار و بی‌پروای تمنای دلشه. اگر مثلا در حوزه طنز اون جواب مناظره‌ای که راجع به با ابراهیم صحبا داشت اگر خاطرتون باشه، در دوره بعد از انقلاب البته شکل دیگری، خب اون خود شاعر بود، ادیب بود، منتها یه دوره چیز دیگری این طنز رو می‌بینیم، یه نوع طنز سیاه طرف اجتماعی است و در واقع دوره احمدی نژاده. شنیدم باز هم گوهر فشاندی که روشن فکر را بازبار خانده، ولی ایشان زخیشانت نبودن، در این خط جمله را بی جا نشاندی. سخن گفتی زهر رندان و آن را به نان و آب مجانی کشاندی. از این نقلت کم چون نقل تر بود حیاهو شد عجب توتی تکاندی. سخنهایت ز حکمت دفتری بود چه کفترها از این دفتر برادی. ولی که پول نفت و سفره خب زیاد از دفت و زان پس لال ماندی. سخن از آسمان و ریسمان بود دریقا حربی از جنگل نراندی. چو از بزغالی یاد کردی، چو از بزغالی کردی یاد ای کاش
سلامی هم به میمون میرسانی. خبر آمد که مرد سیمین جان، وقت از این خانه برد سیمین جان. چشم بی خواب آهوی غزلش مژه بر هم فشرد سیمین جان. روشنی بخش جان والایش شمع بود و فسرد سیمین جان. می آزادگی به شوق وطن عشق پیمود و خورد سیمین جان. شعر و اندیشه و دلاوریش ره عزت سپرد سیمین جان. این چنین عاشقی نخواهد بود که زنی بود گرد سیمین جان. درود بر شما و درود بر دوستداران شعر و شخصیت سیمین. اما در فرصت محدودی که اکنون فراهم است اجازه بدهید تا درباره کشف شگفت‌انگیزی که سیمین در زمینه وزن شعر فارسی ایجاد کرد و بسیار از آن کم سخن رفته است چند کلمه ای بگویم. مثلا برای شما بگویم، گفتم مثلا برای شما بگویم، این به خودی خود موضوع نیست. مثلا برای شما بگویم به خودی خود موضوع نیست، اما با همین دو جمله، دو پایه و دو بنیان وزن شعری برای ساختن دو غزل در اختیار ماست. کشفی که سیمین کرده است این است که می شود با همین دو جمله‌ای که من برای شما گفتم وزن تازه‌ای برای یک غزل تازه ادا کرد. چگونه؟ به این شکل. مثلا برای شما بگویم که چراغ روشن خود شمایی. چی شد؟ با افزودن یک عبارت مبتنی بر همان اندازه کمیت سیلابیک و وزنی، یعنی با همان وزن، به عبارت ساده پیشین، مصرع اول شعری ساخته شد که منتظر مصرع بعدی است. مثلا برای شما بگویم که چراغ روشن خود شمایی، اگرش به شعله جان بفروزی به کمند ظلمت شب نپایی. اکنون بیت مطلع غزل سروده شد و شاعر با سرودن ابیات بعدی میتواند غزل خود را کامل کند. جمله بعدی که گفتم چه بود؟ گفتم این به خودی خود موضوع نیست. داشتم توضیح میدادم که مثلا برای شما بگویم به خودی خود موضوع نیست. حالا برای این که همین جمله آخری که به خودی خود موضوع نیست موضوع بشود، شاعری مثل سیمین با آن چه میکنه؟ خیلی ساده است البته در تئوری، اما در عمل پهلوانی چون سیمین میطلبد که بر وزن کلاسیک شعر فارسی و عروض و ایقاع مسلط باشد. هجای واژگان، یعنی به طور کلی موسیقی کلمات در ترکیب عبارات شعری را مثل موم در چنگ خود داشته باشد. این به خودی خود موضوع نیست، بایدش که مکرر سازی تا سرود نوآیینت را وزن تازه دیگر سازی. این بود کشف وزن اوزان تازه یا ابداع اوزان جدید یا آزاد شدن وزن کلاسیک از قوالب محدود سنتی که سیمین مبتکر و استاد آن در دوران ما بود. سخن از بانوی سخنوری است که من دوست ندارم بگم بانوی غزل ایران، بانوی غزل فارسی، بانوی غزل فارسی که من هم در آن سهیمم و ایران را از مرزهای امروزیش رهانده باشم. درود ای هم زبان، من از بدخشان، همان مازندران داستانهای کهن، آن زادگاه این زبان ناو اجداد و ملاکان. تو از تهران، من از کابل، من از زابل، من از سیستان، تو از مشهد، ز غزنی و حریبایم، تو از شیراز و من از بلخ میلایم. اگر دست حوادث در سری من تیغ میکارد، وگر بیداد و استبداد میبارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیره در خانه خوشی گسترده است گردامن. سیه پوشان نیکنده شو فوج سربداری در رگاهم بخش می‌رانند.
مرا بشناس، من آنم که دماغم بوی جوی مولیان دارد و آموی میان سینه ام پیوسته در فریاد و جریان است و در چین جبین مادرم روح فرانک می تپد، از روی و از مویش فرو هر می تراود، مهر می وارد و سامو زال سامو رستم و سهراب و آرش را منو این پا پیشانی کمان کش را و قول رازهای سینه تاریخ پیوندی است دیرینه. نگاهم کن، نه نه با توهین و با تحقیر و با تسخیر، نگاهم کن، نگاهت گر پذیرت برگ سیمایم زبو مسلیم و سیس و بوم قنه صورتی دارد. درست امروز شرح داستان و داستان با توست و اما استخوان قهرمان داستان با من. تو گر نام نشانم، من تنت را روح و جانم، من ایرانم، خراسان در تنی من میتپد، پیوسته در رگهای من جاریست. بشناسم بنی آدم گر از یک جوهرن، ما را یکی تر واشدان گوهر، درود ای همزبان، من هم از ایرانم. نمای توجیک با اشعار دلکش این شاعر خوشبیان تقریبا از سالهای 60 قرن 20 آشنا هستند. سال 1967 با مناسبت سیمپوزیوم بین المللی نظم معاصر فارسی زبانان در شهر دوشنبه یک مجموعه دست جمعی مشاعره که با کوشش دانشمندان توجیک بدتر برسید و در آنجا یک ده شعر سیمین بهبهانی از آن جمله نگاه تو و شادی بزومت جا داشتند. تو بانوی آزاده این شهر و دیاری، سیمون سبواری، سیمون سبواری، تو بانوی آزاده این شهر و دیاری، سیمون سبواری، تو کار کس این وطن بی کس و کاری، سیمین سبوار. بعد همینجور که آقای محمد سعد گفتن، سیمین از عبارتهای ساده استفاده میکرد وزن شعر را. آقای محمد سعی کردم به سبک سیمین با عبارت ساده و از قول سیمین و با در حال تقلید از او و طنز او این رو بگم در ارتباط با همون جریان راه ندادن ایشون به اون گورستان امامزاده طاهر که آقای کردونه میشه. بعدم خیلی دلم خواست که نمیشد که من بسیار به سبک خود سیمین همین رو بخوانم، منتها در قیاب او زیاد حال نمی کردم که اونجوری بخوانم که خودش میخوان. راهم به قبرستان ندارم، راهم به قبرستان ندارم، قبری که گفتن آن ندارم، من در امامزاده طاهر میخواستم ایشان ندارم، کلی وصیت کرده بودم جز این به من امکان ندارم، از کوشیارم دور کردم، پیش نوه اسکان ندارم، البته شخصا مطمئنم چون سوس آمد خان ندارم، جز گول تو گم کن ضعیفه از بیتشان فرمان ندارم، بیخ مراسم را گرفتم، سهمی به فرزندان ندادم، جز دولت آبادی مجابی
بر دیگری اکران ندارد. در مرده‌شوخانه به سیمی حمام دوشوان ندارد. در قبر تحمیلی که دادن یک خوری و قلمان ندادن. روی مزاح هستیم وگرنه اینها به زنده نان ندادن. یک ذره آزادی به ملت این ناجوان مردان ندادن. هر روز دردی تازه دادن، یک لحظه یک درمان ندادن. آزار را حتی پس از مرگ در حق من پایان ندادن. یک متر و هفتادی که گفتم کم داده و میزان ندادن. از زنده هم ترسیده بودن، بر مرده هم میدان ندادن. اما دیگر از من گذشته است، گر این ندادن آن ندادن. من زنده‌ام در جان مردم، پس گور باباش آن ندادن. این قوم بدنامان به سینی جز نام جاویدان ندادن. خوب است که قبر مرا در پشگر به باهان ندارم. تشکر یک روزان قدیس در برزانان آنچه می دستم که در کاشان شمین شیخ صاحب نام را زد اقربی. صبح روز بعد اقرب مرده بود، شیخ او را جای میگو خورده بود. رفتان سوار کولی، ما خود تو را نبرده. رفتان سوار کولی، ما خود تو را نبرده. شب مانده است و با شب تاریکی فشرده. کولی کنار آتش رقص شبانت کو، شادی چرا رمیده، آتش چرا فسرده. خاموش مانده اینک خاموش تا همیشه، چشم سیاه چادر با این چراغ مرده. رفتان که پیش پایش دریا ستاره کردی، چشمان مهربانش یک قطره ناسترده.
سوار کولی با خود تو را نبرده، سودای همرهی را گیسو به باد دادی. رفت آن سوار با خود یک تار مو نبرده، رفت آن سوار با خود یک تار مو نبرده. و نگاه کن به شتر آری که چگونه ساخته شد، باری نز آب و گل که سرشتندش ز سراب و حوصله پنداری. و سراب را همه می دانی که چگونه دید فریب آمد، و سراب هیچ نمی داند که چگونه حوصله می آری. و چگونه حوصله می آری به آتش، به شن، به نمکزاران و حضور گستره را دیدن به نگاهی از سر بیزاری. و نگاه کن که نگاه اینجا ز شیار شوره نشان دارد، چو خطوط خشک پس از اشکی که به گونه هات شود جاری. و به اشک بین که توهی کردت زهران چه مایه آگاهی، و تو این توهی شده را باید ز کدام هیچ بیام باری. و در این توهی شده میبینی هیمان اشتر اتشان را که جنون برآمده با صبرش نرود سبک به گران باری. و جنون دو نیشه رخشان شد به صفه خشونت دندانها که ز صبر کینه به باراید، که ز کینه زخم شود کاری. و نگاه کن که به کین توزی رگ ساربان زده با دندان، ز سراب حوصله تنگ آمد. و نگاه کن به شتر آری.